مسموم سازی دختران دانش آموز در ایران چه زخم‌های روانی در پی خواهد داشت؟ سلام، من توبا زکی پور با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. از روز 9 آذر تا کنون گزارش‌های روزانه‌ای درباره حملات سمی با گازهای مسموم کننده به دختران دانش آموز در ایران منتشر می‌شود. این مسمومیت‌ها جوی ناامن و پرتنش در سطح جامعه به وجود آورده است. گستردگی این پدیده آنقدر زیاد است که می‌تواند به عنوان یک بحران روانی و رویدادی پر استرس در مرحله رشد اجتماعی نوجوانان و جوانان باشد. آموزشی که باید در چارچوب امن و مهارت‌های حمایتی برای دانش آموزان باشد، امروزه مجموعه‌ای از ترس‌ها و استرابی فراگیر را برای آنها و خانواده‌هایشان به وجود آورده. این مسئله چه ابعاد روانی می‌تواند به دنبال داشته باشد؟ چه راهکارهای روانشناختی در این زمینه وجود دارد؟ پرسش‌های ما را در این برنامه دیدگاه سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه پاسخ می‌دهد. خانم آلاله، مسموم سازی دانش آموزان در شهرهای مختلف کشور همچنان ادامه داره و یک روند به شدت افزایشی داشته. ابتدا به ما بگید تحلیل شما از ابعاد روانی این مسئله چه هست؟ خب ببینید، با توجه به روند جریانی که در این چند ماه اخیر به عنوان جنبش زن زندگی آزادی داشتیم و استفاده حکومت از هر ابزاری برای سرکوب و عقب راندن افراد معترض، ما میتونیم این پدیده رو کاملا از جنبه سیاسی، اجتماعی و با قصد شوم و انگیزه روانی حساب بکنیم و گستردگی ادامه دار بودن و عدم پاسخگویی، رسیدگی به چنین موضوع مهمی که این حجم و بار فشاری روانی رو بر دوش جامعه گذاشت رو هم میتون دلیل بر این دونست که حکومت از یک اهرم فشار دیگه‌ای برای سرکوب استفاده کرده. اهرم فشاری که نه اونقدر آشکاره که بتونه مستقیم خودش رو زیر سوال ببره، ولی در برابرش اونقدر منزجر کننده و پر از ترس و وحشت هست که پاسخ محکمی برای اعتراض کننده باشه. خب ما باید این رو هم بدونیم که ما از همون روزهای اول مشارکت، همراهی کودکان و دانش آموزا رو بسیار پررنگ و تاثیرگذار در این جریان داشتیم. حکومت ضربه سهمگین از این گروه سنی رو متحمل شد و باید پیش بینی میشد که سکوت نکنه و از ابزارهای پرخشونتی هم برای سرکوب این گروه استفاده بکنه. خب چه منطقه‌ای بهتر برای حکومت از منطقه امن آموزشی که بتونه یک جو ناامنی رو برای اونها بسازه و از این مسئله استفاده بکنه و یک ضربه محکمی رو در منطقه‌ای که کودکان و نوجوانان نیاز به منطقه امن و حمایتی دارند، یک فضای پرتنش براشون ایجاد بکنه، یک فضای پر از رعب و وحشت ایجاد بکنه که بتونه اونها رو شدیدتر و محکمتر از گذشته سرکوب بکنه. خب خانم آلاله، این پدیده مستقیما سطح آموزش دانش آموزان رو هم درگیر کرده. آثار روانشناختی این پدیده چیه دقیقاً؟ خب ببینید، سطح آموزش ما از همون ابتدای حکومت اسلامی پر از تنش و فشار بود، ولی شاید به این پررنگی و واضحی و آشکارا نبود. برای مثال این فشارها به صورت شعرها و یا تصاویری نیمه پنهانی و قالب‌های پنهانی مثل حالا داستان‌های از جنگ، تصاویر پرخشونت، استفاده دانش آموزان از در مناسبات سیاسی بود. ولی خب چون برای ما خیلی ملموس و قابل مشاهده نبود، خانواده و جامعه حساسیتی بهش نشون نمی‌دادن. ولی امروز این فشارها به صورت کاملا آشکار و واضح، کاملا قابل مشاهده است. ما داشتیم در این جنبش آزارهای جنسی، خشونت بر علیه دانش آموزان که به صورت شکنجه های روانی، بازداشت و بازجویی اونها بود. خب ما میتونیم با این نشانه ها و علائمی رو که در همین چند ماه اخیر داشته باشیم، از یک ترومای بسیار گسترده برای دانش آموزان صحبت بکنیم. خب ترومای پاسخی به یک رویداد عمیق، پریشان کننده که میتونه توانایی و قدرت کنترل اونها رو تحت تاثیر قرار بده، چیزی که دقیقاً برای دانش آموزان در این مدت اتفاق افتاد. یک رویداد عمیق، یک رویداد پر استرس و پریشان کننده و آشفتگی روانی رو متحمل شدن. خب به دلیل گستردگی و ادامه دار بودن اون هم میتونیم حتی ما گاهن از یک ترومای حاد و مزمن ازش نام ببریم، به خاطر اینکه در همین چند ماه گذشته این آسیب ها به صورت مستمر، به صورت پایدار، طولانی و مکرر اتفاق افتاد و چون حل نشد و منطقه رو هر روز ناامن‌تر کرد و سرکوب‌ها رو شدت کرد، قطعاً اینها میتونه آثار روانشناختی و از یک ترومای بسیار مزمنی برای دانش آموزان نام ببریم.
خانم آلاله، این آسیب در همین سطحی که شما ازش صحبت کردید قرار داره یا میشه گفت که آسیب‌های روانی گسترده‌تر از اون چیزیه که ما تصور می‌کنیم؟ خب من فکر می‌کنم دقیقاً به نکته بسیار مهمی اشاره کردید، به این دلیل که ما گاهن تصور میکنیم که فقط افرادی که مستقیم و یا در موقعیت بحران مشاهده میکنن دچار تروما و یا آسیب روانی میشن، در صورتی که ما به دلیل پیوندی که در ساختار اجتماعیمون داریم، به دلیل همبستگی روانشناختی که بین هویت اجتماعی ما هست، رو ما رو میتونه درگیر یک ترومای ثانوی و یا جانبی بکنه، یعنی و این باز میتونه از این تحلیل رو هم در کنارش داشته باشه که ما هرچه به گروه مورد حمله نزدیکتر باشیم میتونه ترومای ما بزرگتر و سنگینتر باشه. برای مثال این تروما میتونه در تمام سطح جامعه انتشار پیدا بکنه، ولی اگر ما در گروه دانش آموزان و یا در گروه خانواده به عنوان والدین قرار داشته باشیم، به دلیل اون پیوند اجتماعی که داریم میتونه ما رو درگیر ترومای ثانوی بکنه. و برای مثال میتونیم یک نکته رو بهش اشاره بکنیم که حالا همونطور که گفتم خانواده‌ای که در گروه اجتماعی دانش آموزان حضور دارن معمولا در این شرایط اضطراب و نگرانی رو تجربه کردن و شاید ما گاهن بگیم که اونها به صورت مستقیم و یا هنوز درگیر چنین رویدادی نشدن، ولی چرا نگران و مضطرب هستن؟ این به دلیل اون پیوستگی هویت اجتماعی ما و گروه تعلق گروهی که ما درش قرار داریم، و همون دلیل ما میتونیم به جرئت در این مسئله این مورد رو بگیم که این تروما میتونه یک گستردگی بیش از اندازه در سطح جامعه داشته باشه، حتی افراد و خانواده هایی که مستقیم باهاش روبرو نشدن. واقعا این تروما میتونه پیچیدگی و آسیب بالاتری از اون ترومای اولیه که باهاش صحبت کردیم داشته باشه، به دلیل اینکه خب ما یا ناآگاه هستیم بهش و یا آسیب‌هاشو نادیده میگیریم. قطعا اگر در همین چند ماه گذشته ما این پدیده رو شنیدیم، تصاویری ازش دیدیم، میتونیم ازش بگیم، میتونیم نام ببریم که ما دچار ترومای ثانویه شدیم. خب خانم آلاله، از آسیب‌های گسترده صحبت کردید، ما در کنار این مسمومیت‌ها موارد دیگری رو هم شاهد بودیم این روزها، مثل به تصویر کشیدن صحنه‌هایی از فیلم‌های رابطه جنسی بین انسان با حیوان که گزارش شده در بعضی از مدارس برای دانش آموزان پخش کردند. این اقدام‌ها رو چطور میشه تحلیل کرد و اساساً باعث بروز چه آسیب‌هایی در دانش آموزان خواهد شد؟ ببینید، گزارش هایی که در این رابطه اومده پخش یک سری تصاویری بوده که به اجبار برای کودکان پخش شده و متناسب با سن و درک دانش آموزان هم نبوده. این میتونه برای ما جزء دسته ای از علائم خشونت علیه کودکان باشه و در کنار اون یک ابزار برای سرکوب، یک ابزار برای تهدید و یک اهرم فشار روانی برای جلوگیری از ادامه اعتراضات بوده باشه. ما میتونیم در بعد روانشناختی این مسئله رو اینطوری تحلیل بکنیم که تصویر سازی پر از خشونت و تهدیدی که میتونه یک فضای پرتنش و استرابی رو ایجاد بکنه میتونه برای ما بسیار آسیب‌زا باشه. اگر مشخص بشه که از فیلم و یا تصاویر پرن و یا موارد مشابه استفاده شده، که ما میتونیم بگیم که از مصادیق آزارهای جنسی و خشونت‌های جنسی هم میتونه شاملش بشه، خب در پی چنین مواردی یک رویداد مبهم، یک رویداد پر استرس برای دانش آموزان به وجود آورده که میتونیم بگیم که اونها رو درگیر یک ترومای بسیار سنگین و پیچیده کرده. و این تروماهای حل نشده، این تروماهای پی در پی که در سوالهای قبلی هم بهش اشاره کردم، میتونه دانش آموزان رو در یک شرایطی قرار بده، آسیب ها رو بسیار پیچیده و حل اونها رو هم مشکل بکنه. و عواقب روانی که برای دانش آموزان میتونه باشه، میتونه روابط بین فردی، روابط عاطفی، روابط اجتماعی اونها رو دچار یک سری اختلالات بکنه. خب همه ما میدونیم که در پی تروما یک سری نشانه هایی داریم که میتونه تمام زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده و گزارش ها و یا مواردی رو که ما در طی همین چند ماه گذشته میتونیم داشته باشیم، میتونیم از آثار روانشناختی، اختلالات، افسایش اختلالات استرابی، افسایش اختلالات روانپزشکی در بین دانش آموزان نام ببریم. چه راهکارهای روانشناختی در این زمینه وجود داره خانم آلاله؟ در این شرایط چه باید کرد که آسیب کمتری متوجه این گروه سنی باشه؟ خب ببینید، ما باید این نکته رو براش بسیار به این نکته آگاهی داشته باشیم که در پی تروما ما معمولا آسیب میبینیم. شاید آسیب شدت و میزان و یا حتی واکنش ها منحصر به فرد باشه، ولی کسی نمیتونه در پی تروما بدون آسیب باشه. ما
گاهن شاید در همین چند ماهه یه سری احساساتی مثل احساس ترس، درماندگی، نوسانات خلقی، تغییرات رفتاری، مشکلاتی در خواب، گیجی رو داشته باشیم که اگه بهش اهمیت ندیم و اونها رو نادیده بگیریم قطعاً میتونه ما رو ناتوان و آشفته بکنه. چرا من این نشانه ها رو گفتم؟ به دلیل اینکه میتونم قطعاً این مسئله رو بازگو بکنم که ما در شدت و میزان متفاوتی این چنین احساسات رو در این چند ماه تجربه کردیم. حالا واکنش مناسب نسبت به این مسئله چیه؟ اگر ما بخوایم این احساسات رو نادیده بگیریم قطعا راهکار درستیم. پس ما با راهکار بسیار اساسیم، واکنش مناسب برای اون اینه که یک راهکار کارآمد براش داشته باشیم. ابتدا خیلی مهمه که ما باید آگاه به این آسیب ها باشیم و دوم اینکه این پدیده رو یک مدلی از سرکوب حکومت بدونیم و این ما رو به سمت این میبره که این موضوع یک بحران فردی و یا یک آسیب فردی نیست، بلکه این یک بحران اجتماعی و یک آسیب اجتماعیه. پس نیاز به یک اتحاد و همبستگی داره. من توصیه میکنم، پیشنهادم به خانواده ها اینه که معلمان و خانواده ها، والدین مخصوصا، میتونن در کنار همدیگه و همراه به همدیگه به صورت واضح و آشکار در کنار همدیگه بمونن. قطعا اگر خانواده یا مدرسه درگیر این تروما شده، باید به صورت کاملا واضح و آشکار در برابر این مسئله بایسته و حمایت همه جانبه از دانش آموزان داشته باشه. حتی خانواده و یا مدارسی که هنوز درگیر نشدن هم باید به نظر من در این زنجیره قرار بگیرن، به دلیل اینکه این مسئله بسیار برای ما قابل پیش بینی هست که خانواده ها و مدارسی هم که هنوز درگیر نشدن میتونن در این چرخه اجتماع قرار بگیرن و آسیبی رو هم متحمل بشن. این درصد همبستگی رو بالا میبره. ساختن منطقه امن برای دانش آموزان، حمایت از سمت والدین و قطعا همراهی والدین میتونه از گستردگی این تروما و آسیب‌های روانی اون جلوگیری بکنه. بسیار سپاسگزارم از شما سبا آلاله، روان تحلیلگر بالینی از ترکیه. من توبا زکیپور از طرف خودم و رضا اکوانیان تهیه کننده این برنامه دیدگاه از همراهی شما تشکر میکنم.